بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أيك عمرت بهاف تدرف مغار خوف بوديك كبر بیا ای که عمرت به هفتاد رفت مگر خوفت بودی که بر با همه برگ بودن همه ساختی بتد بیری رفتن نپرداختی همه برگ بودن همه ساختی بتد بیری رفتن نپرداختی قيامتك بازار ممونهان منازل بأعمال نكودهان قيامتك بازار ممونهان منازل بأعمال بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خب بسم الله الرحمن الرحيم درس الشاشم كورس عقيدة القرآن والسنة امروز شروع ميكنيم وبحث امروز كي شايد يك افتد و هفته یا شاید بحث بسیار هست ای بحث عنوانش از نواقض ایمان یا نواقض اسلام نواقض جمع ناقض است نون الف قاف داد و است نواقض میگن به عربی ما شما در فارسی میگیم نواقض ایناله جمع ناقض به معنای زائل کننده از بین برنده و خراب کننده هست و نواقد الاسلام چی مانا؟ عبارت از امور است که ایمان و اسلام کسی را فاسد میکنه هرگاه شخص مسلمان اگر امی چیزهایی که ذکر میشد در چند نقطه ما ذکرشان میکنم عبارت از فاسد کرنده های اسلام یا ایمان است که هرگاه در شخص مسلمان یافت شود در شخص مسلمان یاف شود ایمانش را فاسد می کند اعمال صالحش را محو می کند و در جمله کسانی داخل می شود که برای ابد در دوزخ باقی می مانند. الله حفظ کنه ما و شما سر هر مسلمانی که مذکر است و یا مؤنث است سر ازی واجب است و فرض است که این مسائل بفهمد در غیر از او خواسته یا نخواسته ای انسان در یکی از امور داخل میشه و خودش بیچاره خوشحال است که ما مسلمان هستم لکن در لیست ملائکه در این در لیست انسان های بیرین و مرتد گرفته خطر آخر زمان دمی هست خطر آخر زمان دمی است که بعضی اوقات قوانین میبرایه. مثلا ما قانون می خانیم نشته از من خشونت علیه زن علما میگن اینش مخالفی آیت قرآن اینش مخالفی آیت قرآن اینش مخالفی, مخالفی آیت قرآن یک نفر خوب ریش خوب لنگی یک خانم خوب چادر خوب مسلمان بی بی حاجی چی؟, چی میکنن؟ میگن ما از این قانون دفاع میکنیم و این باید تصویب شو بی بی؟ و من لم یحکم بما انزل الله فَأُولَئِكَ هم الْكَافِرُونَ کس که یک قانون را می تصویب شه که زد قانون الله هست فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ این بیچاره چرا نمی چرا نمیفهمم به خاطر از این که ما مرتبه جمله را بر تکرار کردیم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیزده سال بر صحابه کرام فقط لا اله الا الله را درس میداد که او مردم لا اله نیست هیچ کسی مستحق عبادت نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه اله نیست کسی که اله کی است ذاتش عبادت میشه قانونش تطبیق میشه سیزده سال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شاگردای مکتب نبوت درس میداد که نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شو و قانونش تطبیق شوه الا الله بغیر از الله ما سیزده سال چی که سیزده ما هم درس عقیده نخوندیم اگر سیزده ما درس عقیده نخواندیم سیزده هفته خو میخواندیم سیزده روز هم نخواندیم ریش ما در اسلام سفید شد یک روز درس عقیده را از قرآن نخواندیم مسلمان میمورن ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است یک نفر در موتر سوار شد سر حسب خودمت شطر سوار است یکی صدایش کرد گفت شاعر صدایش کرد گفت کاکا کجا حج میرم حج میری این طرف طرف ترکستان ای گفت ترسم نرسی با کعبه اعرابی که این رح که تو میروی با ترکستان است این کتابی که تو میخوانی والله سیب قرآن ختم کردیم بعد از یه خواندیم. بعد از پنج کتاب خواندیم آیا یک روز می عالمی که پنج کتاب درس می ده به خاطر الله شما جوانای مسلمان برین امی کتاب تحقیق کنین که معلف ازی اهل سنت است یا یا اساسات عقیده تشیع را بیان میکنه ما با طفل خود بعد از خواندن قرآن اصول اعتقادی اهل تشیع را درس میدیم باز از او که خلاص شد باز می برش حافظه درس می تیم وقتی کتابش می خوانم بغیر از اینکه انسان با فسق و فجایی دعوت بکنه عقیده چی نیاز داره که تو به خاطر از اینکه الایاز بالله سر خالق نام های دیگه بان سر پیغمبر نام دیگه بان خمار و خامر و شراب و لانه نیسه بیم عنویات گفت میزنه و در, در دین از, از, از استعاره و از کنایه و گپا گپ نمیزن در دین قل هو الله احد الله سمد لم یلد ولم لم یولد و لم له احد به هر صورت اگر مسلمان ای گپا را الله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای تجاری که تجارت میکنه برش میگفت وقتی که یک کسی تجارت میکنه قبل از آغاز به تجارت سرش فرض است که احکام تجارت باب معاملات کلش خانده باشه یکی د در غیر او ای تاجر خواهی نخواهی در حرام مبتلا میشه در سود مبتلا میشه از این خاطر میگن که هر چیزی که سر مسلمان فرض است قبل از او دانستن احکام از او سرش فرض است هر چیز که سرت فرض است قبل از او نماز فرض است قبل از نماز خواندن احکام نماز را باید بفهمی در غیر از او نماز تو فاسد است باطل است نماز پیغمبر چه قسم بود نماز تو چه قسم است از پیغمبر صلی الله علیه و دو رکعت نماز ده 20 دقیقه میخوان تو 20 رکعت نماز ده دو دقیقه می امت کی هستی امت خود هستی امت پیغمبر نیستی چرا ما نماز به طریق پیغمبر نمیخونیم به خاطر یک روز ما دو تا حدیثی که درباره نماز پیغمبر است نخواندیم همین قدر برو پرسان که از هزار نفره پیغمبر اصلا چه قسم نماز میخوان آیا یک دو حدیث یاد داری که همین اسلوب یا روش نماز پیغمبر صلی الله علیه و آله بده صحابه مثل ما تو کسایی نبود که در قسمت اسلام به تفاوت باشه والله از از طهارت گرفته تا خلافت کلش از ذره ذره بر ما نقل دادن نقل کردن کلشه بر ما رساندن حتی که پیغمبر صلی الله علیه داخل تشناب چه قسم داخل میشه بر ما خبر داد چه قسم استراحت میکرد با کدام پلو خاو میکرد چه قسم آب مینوشید به دست چپ میگرفت یا بعد دست نه راست میگرفت پیغمبر منو یک معلم از تحارت تا خلافت کلش ما ایده لیکن ما متاسفانه چی هستیم همیشه در هر چیز ایناله تو میگی من موحد هستم احکام توحید یاد داری نه ولی سه با حافظ اوه که موحد باشه آیا جرأت میکنه که امی قصه را یا نوشته کنه به ذات زلجلال از بز... او شایسته است که با نان خوردن و فلانی نفر قصه دروغی عباس میگیم ما والا صاحب چطور هستیم به هر صورت برادران محترم مسلمان ها متاسفانه تو فکر میکنن که وقتی من در خانه مسلمان پیدا شدم نام مسلمان از کلمه را خواندم نه با خواندن کلمه لا اله الا الله در چوکات ایمان داخل میشیم با عمل کردن مطابق مقتضای لا اله الا الله با مطابق معنا لا اله الا الله عمل کردن تو چاوکی چوکات باقی منی اگه نشه پس کلمه رو خو خواندی حال کلمه است تو چی تقاضا داره حالا سب نمیفهمم نمیفهمی چرا چه میفهمی چرا خیلی میفهمی چو می چون کلمه چون عقیده خدا از کتاب حافظ شیرازی گرفته باز که برش بگوی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ای قسم نماز میخوان باز ترام وحابی میگه دشنام میته پیغمبر خدا رام دشنام میته او باز وحابی میگه پرسانشون وحابی؟ وحابی؟ هر کی کس وحابی؟ وحابی؟ کسی که یه حدیث خان از سعی بخاری گپ زد وحابی است اوکی سعی بخاری گرک از گب زد لسعی بخاری گپایی کی هست احادیث صحیح رسول الله سلم هست پس کس که سهل بخاری گپ میزنه او وهابی هست خب اگر بگه وهابی یک انسان موحد یک تا است آدم بسیار خوب بسیار خوش قواره خوش تیپ میگه نه خی چی وهابی کافر است خب یعنی کسی که کس بخاری رو نمیخونه کافر است اولین مرتبه کسی که یه خوانده رسول الله خوانده صلی الله علیه و سلم این ملعمال بنیاد که گفته رسول پس تو پیغمبر خدا رو داشت دادی به هر صورت اینی مشکلاتی است که اگر عقیده توحیده میخونی و در عقیده توحید میخوای موحد باشی اگر این کتاب های دیگه مردم ها حقل دادیم سایی کنی همیشه کت خارجی که کت ها که گپ میزنی میگه use your mind از عقل تکمه که کار بگی از این خاطر انگلیس ها که قرآن برش تشریح کنی بسیار خوب قرآن هم میفهمه مسلمان میشه از عقل خود کار میره تو رو به خدا اگر کتاب های فلسفه مردم مسلمان میساخت خیلی نیازی بود که پیغمبر بیاین آیا قبل از حضرت محمد سان افلاتون سقرات ارستو یا نبودن؟ خیلی چرا پیغمبر گفت که ترک تو فیکم ما براتان دو چیزه گذاشته کتاب الله و سنت خدا و نگفت که افتاد چند گروه که میشه کی نجات پیدا میکن ما انا علیه و اصحابی ببینید که ما چی کردیم و اصحابم کردیم تو چرا کتاب پیغمبر نمیخوانی چرا کتابی که رسول الله میخوان قرآن نمیخوانی چرا احادیث رو نمیخوانی چرا عمل کرده فهم صحابه پیغمبر نمیخوانی که تو میخوای از طریق دیگه کتاب ها و عقیده توحید داخل شوی از خاطر این مشکل اساسی هست که ما داریم تا نفهمیدیم که برای عقید برا عقیده توحید از کدام کتاب استفاده کنیم از برای خدا اندو به خاطر هندویزم خود از گرنگ خود استفاده میکنن نصرانی به خاطر عقیده تسلیز خود از بایبل خود استفاده میکنن یهود به خاطر فهم عقیده خود از تورات تحریف شده استفاده میکنن میگه هر چیز لکن مسلمان به خاطر عقیده توحید خود از قرآن استفاده نمیکنن یعنی چرا خیلی خیلی ما از اون بتر شدیم از یهود هم بتر شدیم از نصاران بتر شدیم او از کتاب دین خود دین میگیره ما قرآن قرار در سر دیوال ماندیم و عقیده خود از دیگه کتاب ها میگیریم عقیده خود از او عالم کلام از او فیلسوف از او کسایی که ایوازی که عقیده را برای تو برسانه شک ایجاد میکنه در عقیده ما بودا میخانیم از برای خدا چه وقت این ملت چه وقت بیدار شده چه وقت ما خواد بیدار شده چه خواد گفتیم در مقابل الله سبحانه و تعالی كما عقيدة خلاص كجاو گرفت؟ عقيدة؟ كتاب عقيدة قرآن است قرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم هست. لا إله إلا الله محمد شلو محمد رسوله؟ بخاطر كما لا إله إلا الله محمد خود تشريمي رسول الله هست عزيزي خاطر العلماء ميقن دا العقيدة دين توقيفي است در چی توقف کنیم؟ در قرآن توقف کو استاد قرآن بخوان از قرآن پیش نرو احادیث صحیح صحیحه را پیدا کو سر از او توقف کو. از خود فلسفه زیاد نگو در غیر از او حلاک میشی اینی هست برادرهای عزیز محترم او نواقص است نواقص است. اه... چیزایی که ناقص میکنه از بین میبره عقیده را ایمان اولینش اولین ناقص کننده شرک است شرک در چی هست؟ شرک باز ما شما در باب شرک یک فصل درس داریم شرک در ذات می شرک در عبادت می شرک در افعال می شرک در صفات می شرک در عبادات می شرک در قانون می شش قسم شرک است از هر قسمش که یک آية القرآن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين] ولقد أوحي سيكونين الله باربع غمبر خذ ميجا باربع غمبر سانشيك برش میگه که ولا و یقین داشته باشه پیغمبر صلی لام یک یقین قط دیگه یقین خوب مؤکد یقین داشته باد که اوحی و وحی شده الیک ای رسول الله صلی الله و آله تو و الی الذين من قبلك و به پیغمبرایی که قبل از تو بودن چون کل پیغمبرا مسلمان بودن پس بر تو وحی شده و پی بر پیغمبرای که قبل از تو بودن چی وحی شده لئن أشركت ليحبطن عملك أگر شرك به بي إيه ای پیغمبر خدا سبحانه وخود رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت خطاب بخود رسول الله صلى الله عليه وسلم كأگر ياك عمل شرک آمیزه بکنی و وقتی که خطاب بر پیغمبر است خطاب بر امت پیغمبر صل اللهعلهوسلم است که ما ب شما هستیم ویه شده بر تو پیغمبر و ویه شده بهر دگهر پیغمبرهای که قبل از تو بودند کلشان یک عقیده داشتن که لان اشرکته اگر شرک آوردی یعنی در ذات الله شرک چیره میگه شریک ساختن است در عبادت الله کس ره شریک ساختی 99 مرتبه نظر به نام الله کردی یک مرتبه نظر به نام پیغمبر یا ولی یا بیبی بی کردی شرک آوردی به الله ش... چه ما شریکش کردی در چی؟ در عبادت الله صد هزار رکات نماز به الله خواندی یک رکات نماز به نام یک صحابی خواندی این صحابی رو در عبادت الله شریک ساختی ده میلیون مرتبه بر الله سجده کردی یک مرتبه به غیر الله سجده کردی یا به قبر یا به رهبرت یا به بزرگت یا به ملایت یا به مولویت یا به شیخت یا به آخونت یا به مرشدت یک مرتبه سجده کردی دم یک مرتبه او را با الله شریک ساختی یعنی یک مرتبه سجدی تو چی میشه نتیجهش؟ لا یحبطن میگفت بخلی فامیدن قرآن ساده ما رو میگفت میگفت قرآن اگه میخوای بفهمی نحوه بخوان صرف بخوان تا که خودت قرآن بخوانی این حاله حبتا یحبتو از بین میبره یحبتو از بین رفت یحبتو از بین میرود وقتی که لام داخل شد لا حتما از بین میره توکید چی مانه؟ کسی نمیگه که اگر شرک بیاری به بی نفر که سجده بکنی عملت از بین میره میخوای تاکید کنی برش میگی لا یحبطو اتمن عملت اتمن تمام عملت از بین میره کل عبادت کردی شفت دلید کلش خراب کردی باز خاطر که ای انسان مسلمان خوب عظمت خالقه بفهمه خوب بترسه باز نون توکید سقیله بشین پیش یک عالم دین پیش عالم کن بفهمه بگو لام یک دفعه تاکید نون دو دفعه تاکید نون سقیله دو تا نون است سه دفعه تاکید لئن اشراکتا ها لا يحبطن عملك حتما 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 تمام اعمال تو از بین میره یعنی که هیچ شک نداشته باش اینالی از این خاطر علما میگن که یکی از زائل کننده های ایمان چی است شرک است خب اینی هواال چیز که است شرک است آیت دیگه چی میگه بسوار شرک بخوانیم بسیار خطرناک است میگه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان يقين داشته باش خب با تحقیقو بادقت بفاهم که الله سبحانه وتعالی لا یغفر ان یشرک به و یغفرو ما دون ذلک لمن یشاء بر دیگرا یک کس زنا کرده یک کس شراب خورده یک کس دزدي کرده ی کس قتل کرده گناه کبیره کرده هر چیزه که کرده اگر الله در روز قیامت خواست اوره میبخشه چرا جنایتها ایا به افراد تعلق مییره همینه جنایت است که به افراد تعلق میکنه یک شخص را بیاب کرده یک کس را توهین کرده یک کس را تحقیر کرده اینا را اگر در روز الله <الدخول> در روز قیامت الله بخوایم اینا را است. اما برعکس از او یک کس که جنایتش کت خالق باشه خالق کت از گپ نمیزنه میگه دشمنی تو کت ما بود کت ما مردم مخلوق شریک به ای واسه ما رفتی بعد یک سجده کرد یا لامدی که در جنت خود ببینم باز از این خاطر آیت قرآن چی میگه این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء ان الله لا یغفر الله نمیبخشه کیرا ان یشرک به ای که کسی در عبادتش یا در ذاتش یا در قانونش کسی دیگه رو تو چی شریع و یغفر ما دون ذلك لمن و دیگه گناه ها را برای هر کس اگر خواست اگر نخواست ایران خوبت زدن میشه اما در قسمتی که اگر خواست بازی خدا من تو ذات رحمان رحیم از بنده ایم شرک ناورده گناه نکرد خب بیازی کی بیگناه حال فایده خود ماست چون عقیده اقا گپای دقیق دقیق داره از همین خاطر رسول اکرم صلی چی کرد؟ در عقیده سر کرد آیات مکی کل جار عقیده است کل عقیده است. پس کس که سیرت درس میتن اگر سیرت درس میتن استاد سیرت واقعی اول باید اگر کورس یک ماه داره فکر کن که مثلا عمر پیغمبر اصلا 23 سال بود نه از 23 سال 13 سال شده چی تیر کرد؟ در عقیده پس استاد سیرت باید چی کنه؟ اگر 23 روز درس میته 13 روزشه مسائل اعتقادی سیرت پیغمبر را بیان بکنه چرا پیغمبر در اول مردم میگفت در قبر نرین در زیارت نرین مردم به زیارت سجده میکردن رکوم میکردن نظر می تار تاربند میکردن آتایش مشرکا بود آخر پیغمبر سمت دید که آلمسلمان را چطور کنم گفه ایچ کس نره بند زیارت رفتن بعد از اینکه صحابه کرام کن لشان خوامتن اخی در فامیدن قلبشان ارتباط گرفت با الله باز گفت نال که قلبتان با الله ارتباط دارن کنتو نحیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها الا برین زیارت کن الا زیارت مشرکانه نمیکنین الا که زیارتان بکنین میمی السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین وال و المسلمین غفر الله لنا و لکم و انتم السابقون و نحن اللحقون دعا را میخونی خلاص از پیشش تیر میشه میگه پروردگار یارم ببخش به بیچاره خودشان در بدر هستن پروردگار مرا ببخش ما هم در بدر خواب بسر هستن خلاص به الله رجوع می قرار چی می زیارت زیارت موحدین چی قسم است یک روز برین به طریق بابا کلان و ننا کلان خو زیاد زیارت کردیم نه بینیم یک روز برین به می زیارت نمی سر قبرستان زیارت چی میگه رفتن به قبرستان میگه برین دمی قبرستان هم کسایی رو که میشناسین. سر این قبر از یا استاد شوین و با طریقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ده دقه امیر یک تجربه کنین و ده دقه دمی سر قبر استاد شوین دمی قبرستان نه دعا بکنین نه قرآن بخوانین نه فقط دمی سر قبرستان قرار اما تو استاد شوین یا بیشین دک و می کسایی که رفتن در این مرده ها فکر کنین

بیا ای که عمرت به هفتاد رفت مگر خوفت بودی که بر با همه برگ بودن همه ساختی بتد بیری رفتن نپرداختی همه برگ بودن همه ساختی بتد بیری رفتن نپرداختی قیامت کی بازار میمون منازل با اعمال نیکو دهان قیامت کی بازار میمون